خب بریم سراغ سوالاتی که دوباره از توی متروپول انتخاب کردم واسهتون. قدم اولی که واسه حل سوالات برمیداریم این بود که اول از همه فرض های مثلمون رو خیلی خوب بخونیم. اول از همه این موازی بودن رو بهش دقت میکنیم. توی موازی بودن الان تا الان یه سری قضیه رو با هم دیدیم. قضیه یو هست، قضیه زد هست، قضیه اف هست که همشون از موازی مبرب داره نتیجه میشه، ولی برای اینکه بتونیم خیلی بهتر و قشنگتر از این قضیه استفاده کنیم اومدیم شکل‌های مختلف بهش دادیم. اولین کاری که می‌کنیم میایم تشخیص میدیم که از کدوم قضیه باید استفاده کنیم. اینجا چیزی که تو چش من خیلی داره میزنه و توجهم رو جلب میکنه این شکل هستش. خب دقت کنید، میدونیم که جمع ایگرگ و 110 و این زاویه‌ای که نداریم برابر 360 میشه. چرا؟ چون دو قسمت داره، سه قسمت، سه تا رأس زاویه داره، سه منهای یک میشه 2 در 180 میشه 360 درجه. پس جمع کل این قسمت هست 360 درجه. پس میشه گفت ایگرگ به علاوه 110 درجه به علاوه زاویه که نمیدونم چیه هست 360 درجه. خب راجع به این زاویه اگه بخوایم با هم دیگه بحث کنیم، میدونم که اگر این قسمت برابر 30 درجه باشه نتیجه که میگیرم این هست 150 درجه. چرا؟ چون این دو تا زاویه مکمل هم دیگه، روی خط یه خط دیگه اومده دو تا زاویه رو تقسیم کرده. پس اینجا رو به جای خالیمون میذارم 150 درجه، جمع این دو تا هست 260 درجه. نتیجه جمع ایگرک هست 360 منه 260 که برابر 100 درجه میشه. اینجا هست پس 100 درجه. حالا ایکس رو بعد حساب بکنم. چه ایگرک رو حساب کردم شد 100 درجه. واسه حساب کردن ایکس اگه دقت کنید، بیای این قسمت رو در نظر بگیرید. اگه این رو میتونستم ادامه بدم اینجا یه یو دیگه تشکیل میشون. منم دقیقا میام همین کار رو میکنم، اینو اینجا ادامه میدم. متقابل برست این سی باشه، اینم پس 30 درجه است. حالا قضیه یومون کامل شد. ببینید اینجا یومون کامل شد، میشه گفت جمع سی و ایکس برابر 180 درجه است. پس مقدار x هم به دست اومد برابر 150 درجه میشه. اینو اینجا جا گذاری میکنیم، اینا رو از هم کم بکنیم، جواب در میاد 50 درجه. پس میبینید مادم شکلهای U و تعمیم U رو استفاده کردم اینجا از این متقابل برست و اینکه جمع زاویه های روی این خط برابر 180 همه اینا رو گذاشتم کنارم. خیلی سوال راحت تونستم حل بکنم. سوال بعدی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. سریع نگاه بندازید، اولین چیزی که به چشتون میاد اینه که اینجا یه یو وجود داره. یو وجود داشته باشه 38 و این زاویه که قسمتی از 30 هست باید بشه 180 درجه. پس این زاویه میشه 142 درجه. معادلش رو می‌نویسیم حل می‌کنیم. گفتم بهتون یه نقطه اگه خطایی بهش وارد بشه و به عنوان یه رأس باشه و توی صفحه از تمام قسمت‌هایی که یه نقطه پوشش میده استفاده بشه، یعنی این نقطه رو در نظر بگیرید، یه نقطه داشته باشیم یه سری زاویه اومده ازش تشکیل شده، جمع همه زوایا میشد 360 درجه. پس میشه گفت 142 90 درجه با آلفا برابر 360 درجه میشه. جمع این دوتا میشه 232 درجه. پس آلفا میشه 360 درجه منهای 232 درجه که نتیجه جوابمون در میاد 128 درجه که آلفا رو حساب میکنیم 128 درجه، جواب در میاد گزینه آ. خب میخوایم راجع به خطوط فرضی صحبت بکنیم. خطوط فرضی رو خیلی راحت بخوام ازتون تعریف کنم، یعنی خطوطی که وجود نداره و ما باید خودمون بکشیم، یعنی خطوطی که خودمان به شکل اضافه میکنیم. و یکی از سختی های سوالات هندسه به جای تبدیل و یکی از مواردی که باعث میشه سوالات هندسه سخت بشه اینه که باید خطوط رو خودمون اضافه بکنیم. به مرور توی تک تک فصل ها راجع به اینکه چه خطی و چه زمانی اضافه بکنیم با هم صحبت میکنیم. بهتون یه راهنمایی میدم که بتونید خیلی راحت خطوط رو اضافه بکنید و بتونید سوالات رو حل بکنید. اما توی این فصل میخوایم یه سری خطوط فرضی موازی رسم بکنیم. بهترین نقطه این میخوام تو ذهنتون باشه، بعد تو سوالات بتون بعد توی سوالات بهتون توضیح میدم که منظورم چیه. بهترین نقطه واسه رسم خطوط فرضی که موازی هم. توی این فصل میخوام فقط خطوط
موازی رسم کنیم، دقت کنیم از اول تا آخر فصل حتما دو تا خط موازی تو شکل وجود داره. پس احتمالا خطی که باید اضافه کنیم باید موازی باشه، موازی با این خطوطی که قبلا موازی هم دیگه بودن باشه. از کجا باید بکشیم؟ معمولا از این نقطه. چه نقطه؟ این نقطه ای که پایین ترین یا بالاترین باشه. بریم سوالا رو نگاه کنیم، قشنگ اینو توضیح بهتون بدم. خب یه شکل بهمون داده، این شکل رو میخوام حلش کنم. بالاترین و پایین ترین نقطه رو میخوام در نظر بگیرم. پایین ترین نقطه اینجاست، بالاترین نقطه اینجاست. کاری که انجام میدم نقطه یا در نظر میگیرم که بتونم به همه فرضای مسئله ارتباط بدم. اگه از اینجا خط موازی رو بیام بکشم، یعنی اینو بیام ادامش بدم، خیلی سخت میتونم به این ارتباطش بدم. ولی اگه از بالاترین نقطه، اگه بالاترین نقطه به دوتا ارتباط داشت، میام از اون خط موازی رو رسم میکنم. یعنی میام از اینجا یه خط موازی با خط D1 و D2 رسم میکنم. چون با D1 و D2 هم با هم موازیه، پس اگه با یکیشون موازی بکشم با اون یکی هم حتما موازی میشه. حالا دقت کن چی شد. اینجا یه U تشکیل شد، اینجا هم یه U تشکیل شد. پس میشه گفت اینجا برابر 30 درجه است، چون جمع 30 و 150 باید بشه 180. اینجا هم برابر 60 درجه میشه، چون 60 و 120 هم میشه 180. حالا جمع کل زاویه‌های روی این خط باید برابر 180 بشه. 30 و 60 میشه 90. 90 با آلفا باید بشه 180 درجه. نتیجه آلفامون برابر 90 درجه میشه. بهتون گفتم که معمولا باید از بالاترین و پایین ترین رسم بکنیم. اما مهمترین نکته ای که بهتون میخوام بگم اینجا و دارم روش خیلی تاکید میکنم، از نقطه ای میکشین که بتونین یک ارتباطی به نقاطی که معلوم هستن داشته باشه. اینجا اگه از اینجا موازی بکشم سخت میتونم به این ارتباطش بدم. اگه از اینجا موازی بکشم سخت میتونم به 135 ارتباطش بدم. کاری که انجام میدم از این نقطه وسط موازی میکشم با D1 و D2. چون D1 و D2 موازیه، با یکیشون موازی بکشیم با جفتش موازی خواهد شد. اتفاقی که میفته دوباره یه U اینجا تشکیل میشه. جمع 100 با این زاویه پایین باید بشه 180. پس اینجا 80 درجه است. حالا روی این خط در نظرش بگیریم، 180 به 80 میشه 100 درجه، چون جمع این هم باید برابر 100 درجه بشه. پس این زاویه همون این قسمت میشه 100 درجه. یه یو دیگه هم اینجا تشکیل شده. جمع 135 و قسمت دیگه ای از آلفا هم باید بشه 180 درجه. پس اینجا میشه 45 درجه. حالا آلفا رو به دو قسمت تقسیم کرده بودیم، یکیش 100 یکیش 45. پس آلفا در میاد 100 درجه و علاوه 45 درجه که در میاد 145 درجه. توی سوال بعدی، بالاترین نقطه اینجاست، پایینترین نقطه اینجاست. گفتیم معمولا از اینجا باید کشیده شه، ولی مهمتر از اون از نقطه‌ای کشیده میشه که بشه به همه زوایای ارتباطش داد، یعنی این نقطه وسطی موازی دو تا خط دیگه رسم میکنه. اول یه یو بزرگ اینجا تشکیل میشه. پس میشه گفت 100 این زاویه به علاوه کل این زاویه باید بشه 180 درجه. 100 به علاوه این زاویه باید بشه 180، این زاویه پس 80 درجه است. یه قسمتشو بهمون داده 50 درجه. پس این قسمت رو بخوام حساب بکنم در میاد 80 درجه منهای 50 درجه که برابر 30 درجه در میاد. پس اینجا رو حساب کردم شد 30 درجه. حالا این شکل پایینی رو بیام اینجا دوباره بکشم، ببینید پایینش شده 30 درجه. اینجا هم هست آلفا، یه یو دیگه تشکیل شد، جمع این دو تا باید بشه 180. پس آلفا به علاوه 30 درجه باید بشه 180 درجه. نتیجه آلفا برابر 150 درجه میشه. بریم سراغ قضیه F. قضیه F رو یادتونه میگفتیم اگه به شکل F یه دونه داشته باشیم، یعنی به این صورت، میشه گفتش که این دوتا زاویه ها با هم دیگه برابرن، یا میشه گفت زاویه های بیرونی با هم برابرن، فرق نداره F از کجا ببینیم. الان نگاه کنید یه F اینجوری تشکیل شد، اینجا الان یه F داریم، این دوتا زاویه با هم برابرن، یا میشه گفت این دوتا زاویه با هم برابر هستن. خب بریم سراغ سوال اولمون. یا کنید اینجا یه F برعکس تشکیل شده. F برعکس این دوتا زاویه و این دوتا زاویه با هم برابر بودن. پس میشه گفت اگه اینجا 40 درجه باشه، این هم برابر 40 درجه هستش. حالا اینجا یه دونه U تشکیل شد. چرا؟ چون این دوتا با هم دیگه موازی هستن. وقتی این دوتا با هم دیگه موازی باشن، جمع این دوتا باید بشه 180 درجه. پس آلفا به علاوه 40 میشه 180 درجه. نتیجه آلفا برابر
140 درجه میشه. بریم سراغ سوال بعدی. اینجا یه دونه F دارم. وقتی F داشتیم گفتیم این تویا یا با هم برابره یا اینو ادامه میدادیم، این بالایی با هم دیگه برابره. خب تویا این 150 باشه، این هم برابره 150 درجه میشه. برای اینکه سوال رو بتونیم حل کنیم لازم از قسمت قبل هم استفاده کنیم. میخوام 150 و 170 رو به هم دیگه ربط بدم. میام از اینجا یه خط موازی رسم میکنم. جمع اینجا برابر 180 میشه چون شکل U دارم، پس اینجا میشه 30 درجه. اینجا میدونی شکل Z درست شد، دقت کنی. پس اگه اینجا 70 باشه اینجا هم در میاد 70 درجه. حالا جمع 70 و آلفا و 30 باید بشه 180 درجه. پس مقدار آلفا رو میتونم بگم برابر 80 درجه است. و سوال سوم رو بخوایم با هم دیگه بررسی کنیم. کاری که انجام میدیم باز از این نقطه میام یه موازی میکشم. چرا؟ چون این نقطه نقطه ای که هم میشه به زاویه آلفا مرتبطش داد هم به زاویه 100 درجه. پس از اینجا میام موازیم رو رسم میکنم. خب نقطه اول اینجا یه دونه 180 درجه داره درست میشه. U قانون U رو داریم، 100 باشه اینجا پس میشه 80 درجه. اینجا اگه دقت کنید این شکل یه دونه Z بهمون میده، پس داخلیاش با هم برابر آلفا بشه، اینجا هم برابر آلفا میشه. پس جمع 80 و 30 آلفا برابر 180 میشه. نتیجه اینه که آلفا مقدارش برابر 70 درجه میشه چون 110 درجه است و 180 کم کنیم برابر 70 میشه. خب بریم سراغ یه سری سوالات دوباره که از کتاب متروپول انتخاب کردم با هم دیگه بررسیشون بکنیم. باز این شکل رو باید تو ذهنتون بسپارید. یه همچین شکلی از رأس وسط اگر بیایم موازی رسم کنیم، اینجا یه یو تشکیل میشه، اینجا هم یه یو تشکیل میشه. 110 با چه زاویه میشه 180؟ 70 درجه. جمع کل زوایای روی این خط هم 180، پس 70 درجه به علاوه 40 درجه اسمش هم اینا میذاریم ایگرگ، مثلا شده 180 درجه. نتیجه اینه که ایگرگ هم میشه 70 درجه. اینجا اگر 70 درجه باشه جمع 70 و x هم برابر 180 باید بشه، پس در نتیجه x در میاد 110 درجه، یعنی گزینه D. بریم سراغ سوال بعدی. خب سوال بریم بررسی کنیم. اینجا یه دونه U دارم فقط و شکل دیگه ای ندارم. احتمال زیاد باید خط رسم کنم. خطی که میخوام رسم کنم از نقطه‌ای باید باشه که به همه زاویه دسترسی داشته باشه. بهترین خطی که میشه رسم کرد، خط موازی که میشه رسم کرد از رأس آ هستش. میام اینو رسمش میکنم. اینجا یه دونه Z تشکیل میشه، پس میشه گفت این برابر 30 درجه است. داخلی های Z با هم برابره، داخلی های زاویه داخلی توی Z با هم برابره. اینجا یه دونه U تشکیل میشه، پس میشه گفت جمع 37 داد که میشه 100 درجه، جمع زاویه بالایی با پایینی میشه 180، پس این قسمت میشه 80 درجه. نکته قشنگتر راجع به قضیه F هست. یه F اینجا تشکیل شده. F تشکیل شده، داخلیاش با هم برابر میشه. اینجا دوباره F رو مرور کنیم. F یا به این صورته یا به این صورته که میشه گفت این داخلیا با هم دیگه برابرن. اینجا به همین صورت این داخلیا با هم دیگه برابرن. اگه بخواید هم میتونید حتی ادامش بدید که اینها با هم دیگه برابر میشه، ولی باز دقت کنید اگه ادامش بدید باز انگار یه F اینجوری تشکیل شده، باز داخلی ها برابر میشن. پس F رو هر وری که بخواید میتونید تشکیلش بدید، کمکتون کنه که بتونید زاویه برابر رو به دست بیارید. پس اینجا آلفا، پس X و 80 هم با هم برابر میشن، جواب در میاد گزینه E چون اینجا F مون تشکیل شده. خب بریم سراغ سوال بعدی. اطلاعات شکم زیاده، همه اطلاعات رو اول روی شکل وارد میکنیم. گفته همه خطا F, E, C, D, G, H و A, B موازی. اوکی، تا اینجا کار مشکل نداره. A, O, G اسمشو داده A. A, O, G اسمشو میذاریم A. G, O, D اسمشو گذاشته B. G, O, D کلش B، نصفش پس میشه B دوم، این هم میشه B دوم. چرا نصف کردم؟ چون گفته با هم برابر نیم سازه، پس نصفش میکنه. دی او بی گفته برابر سی هستش، اسم اینجا رو میذارم پس سی. نکته اولی که میتونیم بدون اینکه اصلا
به مسئله توجه بکنیم، اینه که جمع همه اینا میشه 180 درجه. A به علاوه B به علاوه C میشه 180. چرا؟ چون روی یه خط قرار داره. ODC رو خودش گفته X، HGO رو خودش گفته Y. نکته بعدی A هست C دوم مساوی B سوم. تو اینجور مواقع میاییم از فصل نسبت و تناسب توی ریاضی استفاده میکنیم، این رو مساوی K قرار میدیم، A در میاد 2K، A در میاد K، C در میاد 2K، B در میاد 3K. میام این تو جاگذاری میکنم، K به علاوه 2K به علاوه 3K مقدارش شده 6K که میشه 180 درجه. K پس برابر 30 درجه است. نتیجه A میشه 30 درجه، C در میاد 60 درجه، B در میاد 90 درجه. نکته بعدی X و Y و Z رو باید حساب بکنم. Z رو اینجا خودش واسه همون مشخص کرد. A رو دارم 30 درجه است. اینجا یه دونه U دارم. وقتی U بهمون میداد جمع این دوتا برابر 180 میشد. پس C و Y میشه 180 درجه. Y در میاد 150 درجه. C و X هم یه U اینجا. این هم برابر 180. مقدار C هم در آوردیم 60 درجه. پس 60 درجه به علاوه X شده 180 درجه. نتیجه X هم میشه 120 درجه. اینجا پس میشه 120 درجه، اینجا هم شد 150 درجه. B دوم مقدارش در میاد 45 درجه، چون گفتیم B برابر 90، پس اینجا هم در میاد 45 درجه. اینجا یه دونه Z تشکیل شده، پس میشه گفت B دوم به علاوه A که میشه 45 به علاوه C که میشه 75 با اینجا برابر. حالا ببینید یه زاویه مقعر داریم، اینجا یه زاویه محدب داریم که از 180 درجه بیشتره، پس میشه 360 درجه. گفتیم مجموع زوایای یه نقطه 360، مجموع زوایای خط 180. 360 رو میام منهای 75 درجه میکنم، در میاد 285 درجه. پس زدم در بردم 285 رو جاگذاری میکنم، 285 درجه شد جای زدم. به جای ایگر هم میذارم 150 درجه، به جای x هم میذارم 120 درجه. این دوتا میشه 275 درجه. اینا رو از هم کم بکنیم مقدارش در میاد 10 درجه که میشه گزینه B. قاعده بعدی که میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم قاعده زیگزاگ هستش. خب اول میخوام قاعده زیگزاگ رو بگم چجوری تشخیص بدیم. نیاز به شکستگی داریم، یک. دو، نیاز به دوتا خط موازی داریم، بالا و پایینش، چپ و راستش خط موازیه، وسطش یه سری شکستگی هست. از یه قسمت شروع میکنیم، میگم از این قسمت من شروع میکنم، میرم تو شکستگی بعدی. الان زاویه قبلیم سمت راست بوده، زاویه بعدی که انتخاب میکنم سمت چپه. دوباره حرکت میکنم میرم تو شکستگی بعدی با زاویه راسته، پس شد راست چپ راست. نتیجه اینه که جمع زاویه راست با جمع زاویه چپ برابره. تعداد شکستگی هم اهمیتی نداره، هر چند تا میخواد باشه، به این صورت اصلا میخواد باشه. میشه C D E برابر A و B میشه. سمت راستیه با سمت چپی ها برابره. میشه زاویهش یه جور دیگه هم گرفت، میشه گفت این قسمت و بعد این قسمت، این ور دوباره نقطه میگیرم، این ور بدون نقطه میگیرم و این ور رو که اینجا اینجا باشه باز نقطه میگیرم. باز سمت چپی ها با راستی برابره، هیچ فرقی نداره. ولی معمولا واسه اینکه کارمون راحت بشه میایم از زاویه که از 180 درجه کمتره، یعنی از زاویه حادمون شروع میکنیم، رو خط حرکت میکنیم. اینجا راسته، میره بعدی میره رو چپ، دوباره میاد رو بعدی میره تو راست، میاد رو بعدی میره تو چپ، میاد بعدی میره تو راست. قرمزا با سبزا جمعش برابره، پس مجموع قرمز و مجموع سبز برابره. نتیجه A به علاوه B میشه C به علاوه D به علاوه E. بریم سراغ سوالاتش. سوال اول رو میخواییم با هم یه حل کنیم. میبینیم همه شرایطو داره، دوتا خط موازی داریم، یه خط شکستگی وسطش، از زاویه از زاویه حادمون شروع میکنیم. این شد آلفا. میریم بالا، این قسمت رو در نظر بگیرید، میره سمت راستش، اینجا چپ بود میره راست، پس اینو چپ اینو راست. میرم دوباره اینور، اینم میشه راست. فلشایی که اینوریه مشخص کردم، یعنی آلفا و 40
جمعش باید با 100 درجه برابر باشه. پس جمع در نتیجه آلفا در میاد 60 درجه. سوال دو رو با هم دیگه بررسی کنیم. از متقابل برس اول استفاده میکنم، میگم اینجا هست 80 درجه، این برم میشه 70 درجه. حالا اتفاقی که افتاده، از این گوشه شروع میکنم، اینجا میره این بر میره سمت راستش، میره این بر میره سمت چپش. پس علامت زدم چپی های زرد با راستی های زرد برابر، 80 و 70 که میشه 150 درجه با آلفا برابر میشه. سوال سه رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اگه دقت بکنید میشه دو تا زیگزاگ از توش در آورد. زیگزاگ اولم به این صورت میشه که داریم 20 درجه، بعد 80 درجه میره شکستگی، بعد میاد این قسمت. پس داریم 20 به علاوه این قسمت، اسمش رو بیاییم بذاریم x، 20 به علاوه x مقدارش شده 80 درجه، نتیجه x برابر 60 درجه است. x رو در آوردیم 60 درجه، من یه لحظه اینجا رو پاک کنم، اینجا رو در آوردیم 60 درجه، نیم سازش رو کشیده، پس هر قسمتش برابر 30 درجه میشه. یه زیگزاگ دیگه اینجا دارم به این صورت، اینجا 30 درجه است، از گفتیم زاویه حاده شروع میکنیم، بعد میره تو قسمت بعد، میره تو سراغ آلفا، اینجا راست بود، اینجا رفت رو چپ، میریم تو زاویه بعدی، میره دوباره توی راست، که زاویه این قسمتمون مقدارش برابره 20 درجه بود. پس 20 به علاوه 30 باید با آلفا برابر باشه. آلفا در میاد 20 به علاوه 30 درجه که جوابش در میاد 50 درجه. گفتیم تعدادش هیچ اهمیتی نداره، تعداد شکستگی همون فقط میدونیم سمت چپی ها با راستی ها برابره. اینجا سمت چپمون میشه 40، اینجا میشه آلفا، بعد میشه 80، بعد میشه 100، بعد میشه 50. بین دو خط موازی شروع میکنیم حرکت کردن. پس 40 و 80 و 50، 120 با 50 در میاد 170 درجه برابر آلفا به علاوه 100 درجه میشه. نتیجه آلفا برابر 70 درجه است. سوال بعدی رو در نظر بگیریم، داریم 20 بعد آلفا بعد 60 بعد 70 بعد این قسمت که نداریم ولی میتونیم حسابش کنیم، چون جمع کل این زاویه 180، 180 منهای 30 برابر 50 درجه میشه. سمت چپی ها میشه 50 و 60 که 110 با 20 در میاد 130 درجه. راستی هم آلفا و 70 درجه است، با هم جمع کنیم آلفا در میاد 60 درجه. و در نهایت سوال سوم رو با هم دیگه بخوایم بررسی بکنیم، از این قسمت حادمون شروع میکنیم، 20 درجه چپه، میره بالا میره راست، شکستگی بعدی میره چپ، شکستگی بعدی باید بره راست، اما ما چپ رو داریم، اما میتونیم راستش رو حساب کنیم، چون 120 منهای 160، 180 میشه این قسمت که برابر 60 درجه میشه. سمت چپی همون هست 120، 100 به علاوه 20 میشه 120. سمت راستی همون هست آلفا و 60 که میشه آلفا به علاوه 60 درجه. نتیجه آلفا برابر 60 درجه میشه. و یه سری خطوط شکستگی بغلش. قرار شد از زاویه حاد یعنی زیر 180 شروع کنیم، اینجا بیشتر از حاد یعنی زیر 90، از زاویه زیر 90 درجه شروع بکنیم، اینجا بیشتر از 90، زیر 90 رو میخوایم که مجموع این دوتا 180. چرا؟ چون روی خطم، پس این 50 درجه است. این میشه سمت راستم، بیام تو نقطه C، از خط قبلی راست بود، این میشه چپ، بعدی اینجا هم راسته، میام نقطه دی میشه راست، میام تو نقطه ای میشه سمت چپ، و در نهایت میام تو نقطه اف که میشه سمت راست. نکته بعدی سوال، گفتیم همیشه یادتون باشه که اطلاعات سوال رو درست بخونید. ما میدونیم BC با DE موازیه، این دو تا خط با هم موازی هن، این هم مبربشه، شکل Z تشکیل شد، اینجا اگه بتا باشه اینجا هم بتا میشه، نتیجه میشه 50 درجه. راستی ها به علاوه بتا به علاوه 90 درجه. حالا چپی ها رو میز حساب میکنیم، بتا به علاوه آلفا، اصلا لازم نیست بتا رو داشته باشیم، چرا؟ چون حذف میشه، اینجا مستقیم آلفا در میاد 140 درجه. پس اگه شکلم عجیب غریب بود هیچ مشکلی نداره، تا وقتی که شرایط رو داشته باشه، دو تا خط موازی و یه سری شکستگی بغلش، با کمک قانون راست و چپ، یعنی از زاویه زیر 90 شروع میکنیم بالا یا پایین، میریم تو بعدی، اگه راست بود میره به چپ، اگه چپ بود میره به راست، راستی ها با چپی ها برابر میشه و سوال رو خیلی راحت حل میکنیم. بریم سراغ سوال بعدیمون. اومده شکل به من داده، از من زاویه آلفا رو خواست.
باز از بالاترین نقطه یا نقطه‌ای که بتونیم به همه زاویه‌ها ربط بدیم یک خط موازی می‌کشیم. اول از همه یه دونه زیگزگی اینجا تشکیل میشه، بعد یه دونه زیگزگی اینجا تشکیل میشه. خب اول تو زیگزگی سمت راست رو بیایم مشخص بکنیم، زاویه زیر 90 درجه مون اینه، بعدیش میشه چپ، بعدیش میشه راست، راستیا میشه 80 به علاوه اسم اینو میذاریم x، باید با 120 برابر باشه، پس x برابر 40 درجه است، اینجا میشه 40 درجه. میریم سراغ y، داریم y به علاوه بریم نگاه کن اینجا چپه، این هم زیگزاگمونه، میاد اینجا، اینجا میشه راست، میریم توی زاویه بعدی میشه چپ، y به علاوه 40 درجه مون میشه 100 درجه، پس y برابر 60 درجه است. حالا توی این خطه مجموع زاویه 180، x و y 40 و 60 جمعش میشه 100 درجه و علاوه آلفا باید بشه 180 درجه، نتیجه آلفا هست 80 درجه. بیایم راجع به روابط بین اضلاع دو زاویه با هم صحبت کنیم. فرض کنید دو تا زاویه داریم، زاویه یکم و زاویه دو هم. اگه اضلاع دو به دو با هم موازی باشه و توی یه جهت موازی باشه، نگاه کنید الان همه رو به بالا موازیه، واسه ضلع بعدی هم رو به راست و چپ موازیه، جهت‌های موازی بودنشون یکیه، نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که زاویه‌های بین با هم برابره. اگر هم جهت هم نباشه بازم برابره، یعنی این دو تا شکل رو به خاطر بسپر، دو تا زاویه داشتی که ضلعاش با هم دیگه موازی بود و دو تاش هم جهت بود با هم دیگه موازی، با هم دیگه زاویه برابرن، اگه دو تاش هم جهت نبود، یعنی این ضلع با این ضلع موازیه و تو جهت مخالفن، این ضلع با این ضلع موازیه و باز تو جهت مخالفن، باز زاویه با هم برابره. اگر دو زاویه با هم موازی و هم جهت و دو ضلع دیگه با هم موازی اما مخالف جهت باشن، نگاه کنید الان یه ضلع به این صورت و به این صورت، ببینید هم جهته اما ضلع دیگه به این صورت و به این صورت. جهت ها رو چجوری تشخیص میدیم؟ از رأس زاویه خط رو دنبال میکنیم، از رأس زاویه کشیدم به این سمت میره، اینو از رأس زاویه بکشم به سمت مخالفش میره، پس اینا دو تا مخالف داریم، دو تا موافق داریم، زاویه ها مکمل هم دیگه است. پس اگر دو تا زاویه پیدا کردید که اضلاعش با هم دیگه موازی باشه، سه تا حالت پیش میاد، یا جفتشون با هم دیگه موازی هم جهتن این موازی ها، یا جفتشون با هم دیگه مخالف جهتن که تو این حالت با هم برابر بودن، یا یه ضلعشون هم جهتن یه ضلعشون غیر هم جهتن که مجموع زاویه با هم مکمل میشه. تو حالت بعدی میخوایم راجع به عمود بودن با هم دیگه صحبت بکنیم. دو تا حالت پیش میاد توی عمود بودن، این دو تا شکل رو به خاطر بسپرید. اگر عمود که بودن دو تا زاویه ها روبروی هم افتادن، جمعش میشه 180 درجه. اگه به این صورت افتادن، من به این میگم پروانه، از این به بعد شکل پروانه در اومد، میبینید این هست شکل پروانه، آلفا و بتا با هم برابر میشن. این حالت ها به چه دردمون میخوره؟ توی سوالات یکم جلوتر بهتون میگم. سوال اول، یه زاویه اینجا دارم، یه زاویه هم اینجا دارم، به این میگم شکل ماهی. نگاه کنید این عین شکل ماهی شده، اگه اینو ادامه بدیم مثلا اینم باله هاش باشه ماهی شده، پس ماهی اینو اسمشو بذاریم ماهی، اینو اسمشو بذاریم پروانه. تو شکل پروانه با هم برابر بودن، تو حالت ماهی اگه 90 بود با هم دیگه میشد جمعش 180، به این شکل ماهی درست شد. دو تا 90 هم داری اینجا، پس هم ماهی باشه هم 90 باشه، یادتون باشه 90 خیلی مهمه، میشه گفتش که جمع روبرویا با هم هست 180. اگر اینو در نظر بگیریم که ایگرگ هستش، جمع ایگرگ به علاوه ایکس به علاوه 15 درجه شده 180 درجه، از طرف ایگرگ به علاوه 2ایکس منهای 20 درجه شده 180 درجه. نتیجهش اینه که اگه این دوتا رو با هم دیگه از هم دیگه کم بکنیم، ایگرگا با هم هست میشه 180 با هم، نتیجه ایکس به علاوه 15 درجه منهای 2ایکس منهای 20 درجه مساوی صفره، ایکس منهای 2ایکس در میاد منفی ایکس، 15 منهای منهای 20 در میاد مثبت 35 درجه، نتیجه ایکس مساوی 35 درجه هستش.
بریم سراغ سوال بعدی. مستقیم سوال رو ببینید، قبل اینکه سوال حل کنید شکل پروانه درست شده. وقتی شکل پروانهمون درست میشد، جز 90 دو تا زاویه راست تشکیل میشد که با هم دیگه برابرن. پس این زاویه با این زاویه برابر، نتیجه این هست آلفا دوم، این هم هست آلفا دوم. چرا؟ چون نیم سازه. نیم ساز چیکار میکرد؟ زاویه رو نصف میکرد، کلش آلفا، نصفش میشه آلفا دوم. این زاویه رو بیاین حساب بکنیم. این زاویه در میاد 180 منهای 122 درجه که مقدارش برابر 58 درجه میشه. اینجا پس 58 درجه. یه نکته ای لازم از فصل بعد استفاده کنیم تا بتونیم این سوال رو حل بکنیم. مجموع زوایای یک مثلث از 180 درجه. اینجا مثلث رو میام به صورت جداگونه ایزوله میکشم. این مثلثی که با زرد رنگ نشون دادم آلفا دوم 90 درجه، اینم هست 58 درجه. جمع همه اینو باید بشه 180. آلفا دوم به علاوه 90 درجه به علاوه 58 درجه، جمعش میشه 180 درجه. جمع کل این برابر 148 درجه میشه. آلفا دوم برابر 32 درجه در میاد. نتیجه اینه که آلفا برابر 64 درجه خواهد بود، یعنی گزینه آ. بریم سراغ سوال بعدیمون. دو تا زاویه رو بیا با هم مشخص کنیم. این زاویه، این خط با این خط موازیه. این دو تا خط هم که اصلا منطبق رو هم دیگه، پس دو تا خط منطبق هم میشه گفت موازیه. دو تا زاویه داریم، دو تا ضلعش موازی و هم جهت، دو تا ضلعش موازی و مخالف جهت. پس جمع ایگرگ با این زاویه برابر 180. پس میتونم اینو بنویسم 180 درجه منهای ایگرگ. چرا؟ چون این دو تا رو جمع بکنم میشه 180. یعنی یه تکنیکی که زیاد ازش قرار استفاده کنیم. اگه این x باشه بغلیش رو می‌نویسم 180 منهای x درجه، چون جمعش 180. حالا از این تکنیک من استفاده کردم. نکته بعدی، یه u اینجا دارم. این اگه x باشه پایینیش هست 180 درجه منهای x. پس چی شد؟ اگه یه u خالی هم داشته باشیم، یه دونرش x باشه یکی هم میشه 180 درجه منهای x. از اینا می‌خوایم استفاده کنیم. اینا رو حتما اینجا علامت بزنید تو ذهنتون بمونه. نتیجه 180 درجه منهای x به علاوه آلفا هست 180 درجه منهای y. 180 با هم ساده میشه، آلفا در میاد x منهای y که جواب میشه گزینه b. قضیه داریم، میگه اگه یه نیمساز یه زاویه رو رسم کنیم یه خط دلخواه بکشیم. ببینید یه زاویه داریم، نیمسازش رو رسم کردیم، یه خط دلخواه میکشیم که دو ضلع و نیمساز رو قطع بکنه. زوایای بالایی در نظر بگیرید، اسم این وسطیه رو بذار x، دو تای دیگر رو آب. میانگین این دوتا میشه x. میانگین یعنی چی؟ جمع تقسیم بر دو. همین اتفاق واسه آ پریم و x پریم و ب پریم هم میتونه بیفته. یعنی میشه گفت x پریم هست آ پریم به علاوه ب پریم دو. بریم سراغ صفحه 8 پوزان. سوال داریم، نیم ساز داریم، دو تا ضلع هم داریم، یه خط داریم که همه چی رو قطع کرده. میانگین بالایا تقسیم بر دو میشه آلفا 140 به 2 در میاد 70 درجه. سوال دو رو با هم بررسی کنیم. دوباره به همین صورت. منتها قرارمون این بود که بالایا میانگین بالایا بشه وسطی. بالایی هست 180 منهای 120 که میشه 60 درجه. پس آلفا در میاد 100 درجه به علاوه 60 درجه دوم که در میاد 80 درجه. و در نهایت سوال آخر، بیاین دو قسمتش کنیم. یه دونه این قسمت باز الان یه نیم ساز دارم که زاویه های بالایی اسم اینو بذاریم x. x به علاوه 50 باید بشه، تقسیم بر دو باید بشه 70. پس x به علاوه 50 میشه 140. x در اومد 90 درجه. x رو در آوردم 90 درجه. حالا میام واسه این شکل حساب میکنم. داریم دوباره جمع بالایی ها که هست 70 به علاوه آلفا میشه تقسیم بر دو میشه 90 درجه. 70 به علاوه آلفا شده 180 درجه. آلفا در میاد 110 درجه. و در نهایت دوباره سوال دیگه واسهتون از متروپول انتخاب کردن با هم دیگه بیایم این سوال رو حل بکنیم. ببینید نیم ساز رو داریم، خب، و یه خط هم داریم که نیم ساز و دو تا ضلع زاویه رو با هم قطع کرده. ما چی داشتیم؟ میگفتیم جمع بالایی ها یعنی این زاویه به علاوه این میشه این زاویه هم. یعنی اینجا که میشه 40، اینجا متقابل به رسه، اینجا رسمشو میذارم 40 درجه. دارم کم کم اطلاعاتمو کامل میکنم. 40 به علاوه 100 دوم که در میاد 140، مقدارش برابر 70 درجه میشه. پس آلفا برابر 70 درجه است.
تا اینجای کار اوکیه. داریم AL با دوی ای موازیه، یعنی این دوتا خط با هم دیگه موازی هستن. این شکل رو نگاه کن، تبدیل به U شد. چجوری این شکل رو تشخیص بدم؟ میخوام از این موازی بودنم و این 100 درجه بودنم یه استفاده بکنم. همین که این 100 و موازی رو میذارم کنار هم دیگه، U تشکیل میشه. اینجا اگه 100 باشه، اینجا در میاد 80 درجه. همه این زاویه روی یه خط هستن، پس 70 درجه که آلفامون بود به علاوه x درجه به علاوه 80 درجه در اومده 180 درجه. نتیجه x برابر 10 درجه میشه و x که همون EFD هستش رو به دست آوردیم. دوستان عزیز، فصل اول درسنامه‌اش تموم شد. تو قسمت بعدی سوالات مرتبط به این بخش رو که همه سوالات کتاب فوزا میشه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. پس تمرین ها میشه از صفحه 9 تا 25.